درود میفرستم به همه شما دوستان و عزیزان. خیلی ممنون که کارها رو دنبال میکنید، در سطح گستره پخش میکنید و این حمایتاتون واقعا به انسان انرژی میده. ماهواره فرستاده امارات، اصلا خندم میگیره، تو درم نمیچرخه. ماهواره امارات، اصلا این دو تا واژه تو درم نمیچرخه. یه ماهواره فرستاده به نام العملو، یعنی ماهواره امید، و خیلی خوشحال بودن و حالا ویدیوشو با هم میبینیم. خیلی خوشحال بودن، ما ماهواره فرستادیم، ما خیلی خوبیم، ما کلا اماراتیا داریم وارد علم میشیم و دیدم اپوزیسیون ایران هم خیلی تحریک شدن، یه سری کارا کردن. بذار یه بخشی از این ویدیو ماهوارهشونو ببینیم. حتی بی صداست این بخش. آره اینجا دارم میرن، خودشون هم نمیفهمن چه خبر میشه، ماهواره میره و خودشون هم نمیفهمن. خب خبر ندارن چه خبر، همینجور دست میزنن به بقیه هم، میگن دست بزنید، هیچ که خبر نمیدونن، چون نمیدونن چیه. در مورد ماهواره، اولا ماهواره که کامل دیگه همتون میدونن، اصلا ماهواره ژاپنی آمریکاییه. ریزش ما در آوردیم که هیچ چیز این ماهواره واقعا اماراتی نیست به جز پولش و نام عربی العملو که یعنی ماهواره امید. به جز این دو مورد هیچ چیز این ماهواره اماراتی نیست. موشکی که ازش استفاده کردن ساخت صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپنه. اصلا پرتاب ماهواره از ژاپن انجام شده، مرکز فضایی تانیگاشیمای ژاپن بوده، اصلا از خود ژاپن پرتاب شده و سامانه پرتابم H2I ژاپنی بوده، هیچیش اصلا اماراتی نبوده، خود حتی ماهواره از امارات پرتاب نشده. بعد براتون بگم که سه تا دانشگاه آمریکایی کلن ماهواره رو طراحی و توسعه و حتی مونتاژ کردن، یعنی حتی اماراتی ها در مونتاژ، یعنی قطعات هم به هم نچسبوندن، مونتاژش هم خود آمریکایی ها کردن. و این سه تا دانشگاه هم حالا براتون نام میارم. بعد ماهواره هم توسط آزمایشگاه فیزیک جوی و فضایی LASP در دانشگاه بولدر آمریکا و با پشتیبانی دانشگاه ایالتی آریزونا و دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده، یعنی کلا این دانشگاه پشت ماهواره بودن. در دیگه شرکت هواپیمایی مستقر در آریزونا این کار رو انجام داده، یعنی اینا پشت ماهواره بودن. شبکه فضایی عمیق DSN ناسا بوده پشت قضیه، که برای همین بحث ارتباط و ردیابی سفینه فضایی خود ماهواره اینها کار داشتن، یعنی ناسا داشته مسائل ارتباطی کارا پشتیبانی میکرده. یه کمپانی دیگه تو آمریکا مستقر در همون دانشگاه کلرادو که اومده و خدمات طراحی و دادن ماموریت به ماهواره رو اون انجام داده. و حتی این مرکزی که شما میبینید نامش مرکز فضایی محمد بن راشد در دبی هست، و حتی این مرکز نمایشی هم خود اماراتی‌ها درست نکردن، این هم کره جنوبی اومده براشون درست کرده و ژاپن و آمریکا هم تجهیزاتش رو دادن، یعنی ساخت مرکز فضایی هم مال کره جنوبیه. خب این ماهواره‌ای که اینا انجام دادن هیچ چیش اماراتی نیست، فقط پول اماراته. من یه پرسش دارم، نمیدونم چرا عزیزان در اپوزیسیون خیلی شادی میکردن و برام جالب بود که حتی کشوری که توانایی نداره پزشک داشته باشه در مورد کرونا و پرستارهای هندی براش اومدن. اینجا میبینی تو این خبر میگه پرستارهای هندی اومدن کمک کنن به امارات چون کمبود پرسنل داره. چطور میتونه ماهواره بفرسته؟ حالا فرستاده، اصلا بگیم خود اینا فرستادن، و حالا که همه چیز این که اصلا غیر اماراتیست. اما سوالم اینجاست، اپوزیسیونی که یه عمر میگه جمهوری اسلامی عرب پرست، حالا ما اصلا میگیم ماهواره هم در فرض محال تو خیالات اصلا توی آرزوها واقعا اماراتی ها ساختن، به شماها چه ربطی داره؟ به شما اپوزیسیون چرا اینقدر شماها افتخار میکنید؟ امارات ماهواره فرستاده، افتخارش به شما اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی هم یه عمر میگفتی عرب پرستن، دینشون عربیه، همه چیزشون عربیه، شما اپوزیسیون فکل کرواتی توی خارج چرا شماها خوشحال شدید؟ یکی تکلیف ما رو روشن کنه. اینا چرا انقدر خوشحالن؟ همچین خوشحالی میکنن انگار شیخای عرب با مامان اینا خوابیدن. ببخشیدا بعد بگم دیگه، یکیشون این پوریا زراعتیه، مرتی که حرام لقمه چقدر دروه. سر اینکه ایران ماهواره فرستاده بود،
پوریا زراعتی میگه حسین سلامی سپاه فضایی شد. جمهوری اسلامی 41 سال است که فضایی است، مشغول پرواز در خلای توهماتی که جز بدبختی برای مردم ارمغانی دیگری نداشته. جالب این که برای خودشان هم، هلال شیعی که به فنا رفت، جیبی که خالی است و ملتی که تره برایشان خورد نمی‌کند. جمهوری اسلامی واقعا در فضاست. ببین واکنشش در مورد ماهواره‌ای که بچه‌ی سپاه با اون عظمت با اون اقتدار در اوج تحریم‌ها فرستادن تمسخره. دمتم گرم، تمسخر کردی نوش جونت. من فقط موندم تو مزدور اسرائیلی چرا سر امارات، آها اماراتی‌ها با شما با ارباب شما اسرائیل اومدن پیمان ابراهیم رو بستن. راست میگی، چه خوشحالی میکنه، میگه که امارات دقایق پیش اعلام کرد امید با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت، اولین موفقیت فضایی اعراب. کمتر از نیم قرن پیش رهبرانشان به تهران آمد تا بتواند کشورش را به ایران آن روز برساند. در این روزهای سیاه بهمن، در اینش هم که چیز کرده الفش رو جا گذاشته، در این روزهای سیاه بهمن دستاوردهای امارات برابر است با میزان حقارت و فلاکتی که این رژیم بر ما تحمیل کرد. خاک بر سرت کنم. جمهوری اسلامی ماهواره میفرسته مسخره میکنن. آقا موشک نفرستید، پوشک نیاز داریم. اماراتی ها ماهواره خریدن، حتی ماهواره‌ای که خریدن بهشون ندادن که خاک خودشون بفرستن، چون جایگاهی نداشتن، از ژاپن براشون فرستادن. بعد اینو میزنن نداشته اماراتو، این پوفیوزا میزنن تو سر ملت ایران. بعد داشته های ملت ایرانو که خودمون ماهواره میفرستیم، خودمون داریم کارهای فضایی رو انجام میدیم، مسخره میکردن، هم میکنن و میکردن. خیلی اینا بیشرفن. حالا مورد دیگه، یه سایتی من دیدم به نام خبر آنلاین، این خیلی جالب بود، میگه به جز ایران پرتاب انسان در اولویت برنامه فضایی هیچ کشوری نیست. خب ایران میگه که آقا جان من میخوام انسان در سفینه خودمون، سفینه های فضاییمون بذاریم بفرستیم. میگه به جز ایران که دنبال فرستادن انسان به فضا، هیچ کشور دیگه ای نمیخواد این کارو کنه. یعنی داره ایران مسخره میکنه. خاک بر سرتون کنم غربگدای لیبرال. و یه همون خبر آنلاین خبر میزنه که فرستادن میمون به فضا چه سودی برای کشور داره. خاک دو برابر تو سرت، سود نداره. اوکی شما درست میگی. چرا سر امارات میشه؟ همین خبرگزاری خبر آنلاین اینجوری خبر میزنه، این زن ماهواره امارات را به مریخ فرستاد، عکس، و میاد توضیح میده خانومی که پشت جریان بوده و اینا، و تعریف تمجید میکنه، رپورتاج تبلیغاتی میره برای ماهواره اماراتی. برای ایران که میفرست مثلا میرسه، میگه فرستادن انسان و میمون به فضا کار بیهوده ایه، مسخره ایه، چه سودی داره. به امارات که میرسه میان ما هم تحقیر میکنن، بعد به ما میگه از امارات یاد بگیرید. پوفیوزا خود امارات آخه نفرستاده بازم ما یاد بگیرید. میذاشید حداقل خودش واقعا یه غلطی بکنه، بعد خوش رقصی میکردید. بعد دیدم تو رسانه هاشون چی بگم، واقعا سطح خیانت ها یکی دوتا نیستش که. این آقای فرداد فرهزادشون اومده رپورتاج میره براشون. خب این که دیگه مال عربستان سعودیه. فقط یه چیزی آقای فرداد یادت باشه، اماراتی ها و عربستانی ها سر جنوب یمن با هم به اختلاف خوردن. زیاد برای اماراتی ها خوش رقصی نکنید که همون سعودی نشنالتون حقوقتون رو قطع میکنه، چون در جنوب یمن به مشکل خوردم. میدونم سواد اینجور چیزا رو نداری، گفتم که گوشی دستت باشه. حالا ببین چجوری خوش رقصی میکنه. خب از زمین بریم به فضا، سفری تاریخ. شما کلن تو فضایید. خب بخی از یک سرزمین کوچک روی زمین تا سیاره سرخ، از دقایق پیش مریخ قرار میزبان امید اولین کاوشگر عرب بشه. عرب بشه؟ ماهواره از ژاپن پرتاب شده، تمام قطعات ژاپنی آمریکاییه، حتی ایسکای فضایی نمایشی که تو خاک امارات درست کردن کره جنوبیه، کره جنوبی اومده درست کرده، چه عربی. خب حالا امارات متحده عربی این ماموریت فضایی رو 6 سال پیش شروع کرد و بالاخره پارسال 20 ژوئیه کاوشگر امید رو از یک مرکز فضایی در ژاپن به فضا پرتاب کرد. این کاوشگر 7 ماه در راه بود، نزدیک به 500 میلیون کیلومتر رو طی کرده و حالا به مدار مریخ رسیده. دقایق پیش اولین پیام از امید رسید که با هیجان دقایق پیش اولین پیام از امید رسید که در مدار قرار گرفته. این کاوشگر برای 27 دقیقه ترمزهاش رو روشن کرد، نیمی از سوختش رو مصرف کرد و سرعتش رو
از 120 هزار کیلومتر در ساعت به 18 هزار کیلومتر رسون تا بتونه با کمک نیروی گرانش مریخ در مدار این سیاره سرخ قرار بگیره. اگر خیلی آروم حرکت میکرد روی مریخ سقوط میکرد و اگر خیلی سریع حرکت میکرد از مریخ جا میموند. در حال حاضر فاصله زمین تا مریخ 190 میلیون کیلومتره، یعنی هر پیام رادیویی یا رپورتاژ داشته باش. همین هرومزاده سن ماهواره‌های ایران دیدی چیکار میکردن؟ خودشون درست نکردن، روسیه و چین و حتی کره شمالی بهشون دادن. ولی در مورد امارات تازه ما همه چیزامون میدید که خودکفاییم تو این حوزه، چون واقعا کاری که جمهوری اسلامی در این حوزه داره میکنه شاهکاره. مگه شما یادتون باشه روسیه حتی چین هم، اینا هم بهتون بگم، اینا هم چشم ندارن امپراتوری بزرگ ایران رو ببینن. اقتضاعات مجبورشون کرده با ایران بالاخره کنار بیان به خاطر خطر آمریکا. وگرنه فکر نکنین پوتین خودش یه آدمه تو زمینای واقعا بحثای دیگه، خودش رهبر کل شرق میدونه، خودش یه آدمه حرام لقمه ایه. تو نیاتون باشه ارتباط ما با پوتین بر اساس اقتضاعاته، اونم بر اساس اقتضاعاته. بالاخره هیمنه که چه عرض کنم، سلطه‌گری آمریکا اومده با ما داره کنار میاد. همه اینا رو خودمون ساختیم، بعد میگن روسیه و چین و کره شمالی به ما دادن. در مورد اماراتی که علنا توی اصلا تماما هر جا شما سرچ کنید علنا اعلام شده که تمام قطعات آمریکایی و طراحی و همه چیزش، پشتیبانیش، همه اینا آمریکایی ژاپنیه، هیچ اشاره این مزدور خبرنگار اینان دیگه هیچ اشاره ای نمی‌کنن. 10 دقیقه طول میکشه تا به مریخ برسه. وزن پرتاب نزدیک به 1.5 تن و وزن خود ماهواره حدود 550 کیلوه و حدوداً همین با جزئیات داره میگه آقا وزنش اینه، ولی اصلاً اشاره ای نمیکنه کی ساخته. هم اندازه یک ماشین شاسی بلنده. هر دور امید 55 ساعت طول میکشه و هر تماس مرکز کنترل با این کاوشگر دو بار در هفته خواهد بود. امید اولین کاوشگریه که قراره در ماموریت 2 سالش تصویری کامل از جو مریخ و لایه‌هاش بگیره. امارات پنجمین کشوریه که به کاوش مریخ رفته. امید یکی از 3 کاوشگریه که همین ماه میلادی وارد مدار مریخ میشن. 2 کاوشگر دیگه از چین و آمریکا هم به زودی به مریخ میرسن تا ماموریت‌هاشون رو شروع کنن. این ماموریت‌ها برای جستجوی نشانه‌ای از حیات تکسلولی و بررسی شرایط برای سفر احتمالی بشر به این سیارن. سال هاست که بشر مجذوب این سیاره مزخرف. حالا یکی دیگرشون خیلی جالبه، این یکی که نریمان رو داشته باشه، این مزدور عرب ها رو داشته باشه تو همین سعودی نشنال. از من و تو اومد تو سعودی نشنال، دید که سعودی نشنال عرب ها خوب خرج میکنن. حالا آقای غریب، شواهدی که این پژوهشگران حوزه نظامی در مورد جلی بودن تصاویر گرفته شده از سوی ماهواره نور، خب در مورد ماهواره ایران که سپاه فرستاده میگن جعلیه، در مورد امارات که رسما اعلام شده جعلیه میگن و امارات فرستاد، در مورد ایران رو نگاه کن چجوری حالا گزارش میدن ارائه کردن چیه؟ بیشتر این تصاویری که منتشر شده مربوط به سال 2017-2016 هستش که از طریق سرویس گوگل ارت به دست اومده، همون سرویس ماهواره گوگل که بعضی ها از نقشش استفاده میکنن، بعضی از تصاویر ماهواره ایش، و این تصاویر رو کاری که کردم با فتوشاپ مانده ویرایش کردم. ماهواره که ما فرستادیم با فتوشاپ ویرایش کردیم. خب و این اولین بار هم نیست که این کار رو میکنن. یادون باشی که سال 2019 بود که سپاه اومد یه آزمایش موشکی داشتن، اومد موشک ها رو فتوشاپ کردن و موشک ها رو کنار همدیگه گذاشتن و گفتن که یه آزمایش بزرگ موشکی بوده. کلا ما همه چیزمون فتوشاپیه، درسته؟ ببینیم، میگن آقا کافر همه رو به کیش خود میپندارن، همینه دیگه. برایان هوکشون هم گفته بود موشکای ما فتوشاپه. نه اینکه این اپوزیسیون تمام سرمایه گذاریش تو فتوشاپ و عروسک و بالاخره انیمیشن و ایناست دیگه. حالا اونایی که تو فضای مجازیشون هستن، در مورد من امید دانا که کاری نیستم، اندازه موهای سر پرپشتم برعکس نصف این اپوزیسیون که این پرپشتی رو ندارن. حالا بگذاریم تیکه اومدم بهشون، اومدم برای من فتوشاپ درست کردن. حالا در لول بالاترشون که همین بازداشتگاه مناطو که قبلا همین مزدور خبرنگار برای اونا کار میکرد، در همین بازداشتگاه مناطو دیگه آسه کارشون چیه؟ بگن دوستان آسه کار مناطو چیه؟ بگم کسی نگفت؟ کامنت ها رو دارم میبینم. شبکه نیمه عروسک درست میکنن، تای کارشون عروسک و فتوشاپ دیگه. عروسک درست میکنن که آخوندهای مثلا روحانی و اینا رو مثلا سران نظام رو مسخره کنن. دمتون هم گرم، میکنید نوش جونتون. ولی دیگه فکر نکن بقیه هم مثل خودت فتوشاپ کارن، فکر نکن بقیه هم مثل خودتون
با این فتوشاپ و عروسک و انیمیشن خودشون رو سر کار میذارن. ماهواره ایران واقعیه که سوختی اومدی داری اینا رو میگی؟ آره عزیزم. و میگن هر کسی همه رو با خودش مقایسه میکنه، چون اینها جعل کارن. دیگه که کی داره پول میگیره؟ حالا درسته از عربستان پول میگیرن، بالاخره با امارات چیزن دیگه. الان برای امارات کلی رپورتاج اومدن، بالاخره از امارات هم یه پولی بهشون رسیده همیشه. بالاخره اینا نوکر همه عربان، کلا مال عرب ها رو خیلی دوست دارن عزیزان. ببین ویژه مجریای زن سعودی نشنال و اینا کلا مثل اون خانم کامیلیا انتخابی فر خاطرات خیلی خوبی در عربستان داره، عاشق این خلیفه زاده های عربه. حالا نمیدونم چرا خوشش میاد، میگه اصلا عرب کلا چیز خوبیه. بعد حالا اینا از عربا پول میگیرن، فکر میکنن حالا بقیه هم مثل عرب ها جعلکارن، مثل امارات جعلکارن. امارات رفته همه چی رو جعل کرده، بعد این حروم لقمه میگه ماهواره نور ایران جعله. بیشرف هنوز مشخص همه رو با خودشون مقایسه میکنن، نه که ارباباشون جعلکارن. حتی دیگه اسرائیلشون که دیگه حالا سعودی نشنال نه، ولی اون مناطقشون که از اسرائیل پول میگیره، حتی اسرائیلشون هم گنبد آهنینی که میگه جعله دیگه. هر آزمایشی هم که تا الان انجام دادن تو آلاسکا انجام دادن که مال آمریکاست، چیزی از خودشون ندارن. بعد اسرائیل به اسم خودش میزنه، نه که اینا همشون جعل کنن، فکر میکنن ایران هم جعل کنه. آره ما با جعل و فتوشاپ عین الاسد رو فرستادیم هوا. حالا ادامه پس نیست واقعا چرا این کارو کردن، چون راحت میتونن کلا آرامکو هم که رفت رو هوا چرا انقدر دادو بیداد میکنی؟ موشکا فتوشاپ بود عزیزا، جعل بود. من نمیدونم چرا انقدر بهتون فشار اومده بود سر آرامکو. مثلا میگن که ماهواره یک مشکلی داشته نتونستن تصاویر ارسال بکنن به ایران، یا یه بهونه‌های دیگه میگرفتن. ولی اینکه بیای شما وقت بذارید و این تصاویر رو بردارید و فتوشاپ کنید خیلی جالبه. مثلا تو یکی عزیزم وقت بذارید، اینا که شما تو وقت گذاشتن، تو خود قبلا کارمند منو توی خودتون رو پاره کردید که عزیزم 100 تا عروسک درست کردید، داری شبکه نیم درست میکنید. ببین شما چه وقتی میذارید؟ تصاویر یه سازه ساختمانی هستش که اصلا وجود نداشته تا سال 2019، و تو این عکسایی که سپاه گذاشته اون عکس مال سال 2016 2017، یعنی اصلا تو اون تصاویری که سپاه منتشر کرده این سازه ساختمانی نیستش، گفتن مال این چند روز گذشته است و تازه گرفتن. و واقعا این خنده‌دار، همه دارن توی توییتر فارسی تو شبکه‌های اجتماعیشون میخندن. عزیزم خنده‌دار شماهایید که 42 سال 43 ساله چمدونتون توی اتاق حالتون همینجا داره خاک میخوره، هر سال هم میگید سال آخره جمهوری اسلامی تموم، امسال سال ترامپ اومد کار جمهوری اسلامی تمومه، هر سال میگید جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه. خنده‌دار شماهایید قربونتون برم، خنده‌دار شماهایید که سر ماهواره نداشته امارات دارید خوشحالی میکنید و میگید امارات در چه دستاورد بزرگی، قربونت برم. گاو شیردست پول داده براش ماهوارکی فرستادن تو مریخ، دیگه این دستاوردی نیستش که قربونت برم. من فکرم آقای روحانیه و دولتش هم دارن بهشون میخرن، چون اگه یادون باشه این ماهواره رو بدون اجازه اونا و اصلا بدون اطلاع اونا به فضا پرتاب کردن و واقعا آبروزی هستش واسه هر ایرانی که اصلا این مطلب رو اینجوری منتشر بشه تو شبکه‌های اجتماعی. میگه آبروریزی است برای هر ایرانی، به تو چه ربطی داره؟ برای ما ایرانی آبروریزیه، به توی عرب پرست چه ربطی داره؟ نظر شما چرا حکومت ایران دست به انتشار چنین خبرهای نادرستی در مورد توانایی‌های فنیش میزنه، در حالی که امکان راستی آزمایی و از سوی کارشناسان مستقل وجود داره؟ راستی آزمایی کارشناسان مستقل، قربونش استقلال شماها برم. کارشناس مستقل یعنی منظور این آقای نریمانه؟ این مستقله؟ چقدر تو جای مستقل هم دارید صحبت میکنید سعودی نشنال؟ دقیقا اونقدی که شماها مستقلید، آقا نام چی بهتون بگه، تو جایی که نشستی آخر عزیزم رسما اعلام شده مال عربستانه، داد تو صحبت از کارشناس مستقل میکنی؟ برم این که ببین قدرت توانایی فنیمون بالاست دیگه، دیگه ببندید دیگه، گلوبال ها که زدیم عین الاسد اونجوری شد دیگه. آقا اینا دیگه چجوری باید بفهمید که چقدر موشک و نقطه زنه؟ یه علمی پشت این قضیه است، موشک از اینا میفرستیم نقطه زنی میخوره تو همون سوله‌ای که میخوای، نه یه متر این ور نه یه متر اون ور. موشک فرستادیم در همین رزمایش پیامبر اعظم 15، گفتیم آقا فرستادیم اقیانوس هند، شروع کردید خندیدن. چند ساعت بعد فرماندهان آمریکایی در پنتاگون اعلام کردن آقا یه موشک ایرانی تو اقیانوس هند نزدیک این ناو نیمیتس ما فرود اومده، تو رو خدا حواستون باشه موشکشون یه دفعه نخوره وسط فرق سرمون تو پایگاه دیوگو گارسیا. دیگه اینو پنتاگون گفت، خفشید دیگه. تا
تواناییشون بالاست دیگه آقا جان، تواناییش بالاست. حالا شما دوتا مزدور خبرنگار نشستی صحبت از مستقل بودن و اینا میکنید و صحبت کارشناسی میکنید و مزخرف تحویل میدید، اینامشو گوش نمیکنم. ببینید وطن فروشی در بین بخش قابل توجهی، وقتی من بهتون میگم امون مخالفان جمهوری اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی نیستن، دشمن ایرانن. آقا بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، اوکی تمام شد رفت. چرا برای ماهواره اماراتی خوشحالی میکنید شما؟ چند چندید با خودتون؟ شما که به جمهوری اسلامی میگفتید عرب پرست عزیزم، چی شده که حقوق بگیره عرب ها شدید تو سعودی نشنال؟ به قول معروف قسم حضرت عباستون رو قبول کنیم یا دوم خروستون رو؟ مگه نمیگید این حکومت حکومتیه که دینش عربیه، تمام مراسمش عربیه، همه چیزش عربیه؟ درست میگی اصلا، دمتم گرم، ولی برای ماهواره اماراتی چرا خوشحالی میکنی عزیز دل برادر؟ وقتی بهتون میگم وطن فروشید، وقتی بهتون میگم از هر عرب پرستی عرب پرست دارید، وقتی که بهتون میگم شما دشمن جمهوری اسلامی نیستید، شما دشمن خود ایرانی، وقتی که بهتون میگم از دست باباتون ناراحتید میخواید به مادرتون تجاوز کنید فقط برای اینکه حرستون رو در بیارم نیست، البته حرستون رو میخوام در بیارم تا جونتون در بیاد، حرستون هم در میاد، جونتون هم در میاد، جون خیلیاتون هم در اومده تو همین چند سالی که برنامه میفرستم، با همین برنامه هم خیلیاتون رو فرستادم زیر خاک، ولی فقط برای این نیست، برای اینکه حرف واقعیت های میدانی رو دارم میگم، حقیقت وجودیتون رو دارم میگم. شماها وطن فروشید و خاک بر سر تک تک اونایی که برای ماهواره نداشته امارات شروع کردن فخ فروختن و زدن تو سر جمهوری اسلامی که کلی داشته تو این حوزه داره. نداشته امارات رو زدن تو سر داشته های مملکت خودت، هنری است که فقط نزد شما وطن فروشانه، هیچ کس دیگه نمیتونه یه همچین وطن فروشی کنه. مثل فوتبالیستی که دروازه خالی در 18 قدم میزنه تو آسمون. آره شما حکم اون فوتبالیست رو دارید که داشته های ایران رو نادیده میگیرید. تو این حوزه، اونم تو حوزه ماهواره‌ای که موجود 10 کشور اول دنیایی، تو حوزه موشکی که جزء 4-5 کشور اول دنیایی، در این حوزه بگی ایران فتوشاپ، ایران جعل، ایران دروغ میگه، و بیای همزمان از ماهواره نداشته امارات ذوق مرگ بشی، فقط یک دیاست سیاسی میخواد، حتی دیاست واقعا وجودی میخواد که تو وجود شما دیوس های سیاسیه. ببخشید دیگه اینجوری صحبت کردم، دیگه وجودتون دیگه از این کلمه بهتر نمیتونستم براتون پیدا کنم. عاشقتونم، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای ایران میسپارم. پاینده ایران بدرود.